درود به شما. در ارتباط با اینکه سوال فرمودین که آیا جامعه آمادگی این رو داره؟ بله، اگر توجه داشته باشیم داخل ایران می‌بینیم که هر روزه در شهرهای عمده در همه جا سراسر ایران جنبش‌های وجود دارن، مردم در خیابان‌ها حضور دارن علیه بیکاری، علیه اختلاس، علیه اینکه حساب‌های بانکی آنها را بالا کشیده اند و خورده اند و اختلاس کرده اند، همیشه بردارن. ولی که بگیم که به طور کلی جامعه ایران، جامعه ایرانی که مشتمل میشه، متشکل میشود از مخالفان نظام و همچنین جنبش‌هایی که الان وجود دارن، آمادگی دارن، وجود نداره. دلیلش هم هست که نبود نهاد سیاسی فراگیر و گسترده که بتواند همگی ایرانیان را نمایندگی بکند، ایرانیان آزادی خواه و دموکرات، آنهایی که میخواهند از این نظام گذر بکنند. ایلات یعنی شکل نگرفته، بنابراین این مشکل بنیادی و اساسی است و از این زاویه ما هنوز آمادگیش نداریم، ولی باید هر چه زودتر این آمادگی را فراهم کرد، از اختلافات گذر کرد، حول محور چند اصول بنیادی که به اصطلاح تمامی آزادی خواهان به اونها باورمند هستند، حول اون خواستها متشکل و متحد بشویم، دارای برنامه باشیم که بتوانیم به اصطلاح پیوند بزنیم با این جنبش هایی که وجود دارن، آن موقع به عنوان یک نیروی و متشکل خواستامونه بتونیم به پیش بریم. جامعه داخل ایران چندین بار این آمادگی رو اعلام کرده، از سال 88 که آمدن در به اصطلاح در همه جا حضور داشتن، از اون جایی که رهبری وجود نداشت، که این جنبش رو رهبری بکنه. خب آقای موسوی آمد گفت برید خونه هاتون و به اصطلاح فردا فلان ساعت بیاد، این امکان رو فراهم کرد که برای نظام خودش رو آماده بکنه در نظر نیروهای امنیتیش که بیان این جنبش رو سرکوب بکنن. بله، لازمه اولین قدم باید هرچه زودتر برداریم به وجود آوردن یک سازمان سیاسی متشکل با برنامه و استراتژی که بتواند خودش رو به جامعه داخل ایران معرفی، ایرانیان داخل کشور که همیشه در صحنه حضور دارن، که بتواند این بشها رو به اصطلاح راهنمایی به چه نحو حرکت بکنن که بتونن اثرگذار باشن. یک دلیل عمده میبینیم که الان این جنبش ها وجود دارن، ولی سازمان سیاسی که بتواند که وجود داشته باشه که در جنبش حرکت کنه و اون راهنمایی بکنه وجود نداره. مرسی. الان جنبش ها در و مدعیان سیاسی و ما آزادی خوان در جنبش ها، باید این جایگاه عوض بشود، باید تلاش کنیم چنین جایگاهی بشود. تشکر میکنم آقای اجازه بدید که هر کدوم حدود 3 دقیقه بیشتر صحبت نکنیم و بتوانیم تقسیم بکنیم نظرها رو، چون فرصت به اون اندازه نیست. آقای اعتمادی، همین سوال مشخص رو از شما میکنم، با در نظر گرفتن اینکه جامعه ایران یک جامعه یک دست نیست و چشم‌اندازهای متفاوتی داره، بخشی از جامعه ایران طرفدار این رژیم هستند، بخشی از جامعه ایران اصلاح طلب هستند و طرفدار تغییر سیاست هستند و نه تغییر حکومت، بخشی دیگر همونجور که آقای عبقری اشاره کردن خواهان تغییر رژیم هستند، این یک سو. از سوی دیگر خب مسئولی که آقای عبقری مطرح کردن بحثی بوده که حدود 30-40 سال بین اپوزیسیون مطرح هستش، یعنی اینکه چه باید کرد مطرح هستش، ولی در حقیقت طرق چگونگی این کار رو ما هنوز نتوانستیم به حقیقت به نقطه اشتراک برسیم، با وجود اینکه بین اپوزیسیون و گروه‌های مختلف اپوزیسیون، به خصوص اپوزیسیون در حقیقت دگرگونساز، اپوزیسیونی که خواهان یک در حقیقت برخورد ساختار شکن هست، خب وجوه مشترک و اشتراک‌ها زیاد هستند، همه خواهان دموکراسی هستند، سکولاریسم هستند، برابری هستند، رفع تبعیض هستند، قانون اساسی مبتنی بر حقوق بشر هستند. اما واقعاً
چگونه میتوان آغاز کرد؟ یعنی این نیروهایی که همواره با هم در کشمکش بودن در عرض 30-40 سال گذشته رو چگونه میتوان در حقیقت این نیروها رو که قدرت بسیار زیادی هم در خارج از کشور هستن، چه از بعد علمی و چه از توانایی های در حقیقت مالی و کنکشن های غیره، چگونه میتوان این نیروها رو یک کاسه کرد؟ آیا ما به اون در حقیقت بلوغ رسیدیم؟ آیا به اون تغییر کیفی رسیدیم که یعنی این تغییر رو از خودمون شروع بکنیم و بعداً بتوانیم در حقیقت رژیم یا ساختار رو تغییر بدیم؟ این سواله. بله. اجازه بدید خانم استاد خدمت شما، خدمت آقای قائم مقام و آقای اکبری و همکارانتون و بینندگان برنامه‌تون سلام عرض کنم. سلام به شما، درود به شما. بله. عرض کنم که اجازه بدید من در مورد این مسئله اصلاح طلبان یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم. من معتقدم که جریانی که به غلط در جامعه سیاسی ایران به عنوان اصلاح طلب معرفی شده در دیه سال اخیر، اینها هیچ کدوم اصلاح طلب نیستن. یعنی یک نیروی حفظ نظام هست که در حکومت جناحی که از ابتدا آقای رفسنجانی و خاتمی و اینا نمایندگیشون رو میکردن، اینا خواهان حفظ نظامن و یک نیروی اصلاح طلب دیگری هم هست، یعنی موسوم به اصلاح طلب که خارج حکومته و اونها هم به اصطلاح به عنوان نیروهای خارج از حکومت که اونها هم خواهان حفظ نظام هستن، اونها هم اسم خودشون اصلاح طلب گذاشتن. ولی در واقع هر دوی اینها چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران عملا خواهان حفظ نظام هستن. اما من برداشتم از مقدمات صحبت‌های شما اینه که جناب عبقری و جناب قائم مقام و بنده به عنوان کنشگر سیاسی و یا به عنوان مسئولان احزاب و سازمان‌ها و جبهه‌های مختلف در اینجا به عنوان کسانی هستیم که خواهان سرنگونی حکومت هستیم. یعنی هیچ کدام ما اصلاح طلب نیستیم، یعنی خواهان حفظ نظام نیستیم. به دلیل همون نکته‌ای که شما اشاره کردید، یعنی انواع بحران‌های داخلی، بین‌المللی و منطقه‌ای رژیم رو به جایی رسونده است و جامعه را به جایی به مرزی رسونده است که مردم ایران خواهان به اصطلاح استمرار این حکومت و باقی موندن این حکومت نیستن. این در تابستان سال 88 با شعار جمهوری ایرانی نشان داده شد که مردم ایران به صورت میلیونی در شهری مانند تهران بیرون آمدند، شعار مرگ بر دیکتاتور گفتن و شعار خواهان به اصطلاح استقرار جمهوری ایرانی. بنابراین از این بابت ما باید بپذیریم که نیروی قابل توجهی در ایران که به باور من نیروی تعیین کننده است و بر اساس نظریه اخیر آقای سعید حجاریان به عنوان یکی از بزرگترین تئوریسین های اصلاح طلب ها مطرح کرد که در دوران آقای خاتمی طبقه متوسطی در ایران بود که شعار اصلاحات این طبقه متوسط رو میتونست راضی بکنه و خاتمی و اصلاح طلبان حکومتی با اتکا به رأی اون طبقه متوسط تونستن بر سر قدرت باقی بمانند. سعید حجاریان میگوید اما الان به خاطر گسترش فقر و بیکاری و تمام بلایا و معضلاتی که در جامعه به وجود اومده، بار اصلیش رو بر روی طبقه کارگر ایران، زحمتکشان، کارمندان، حقوق بگیران وارد کرده و در نتیجه این نیرو مانند سابق، مانند طبقه متوسط دیگه خواهان این حکومت نیست. این یک تحلیل و یک ارزیابی است، علی رغم اینکه بنده با آقای سعید حجاریان اختلاف نظر بنیادی دارم، اما این تحلیلی است که از داخل ایران میاد و از جانب یکی از تئوریسین های بزرگ این حکومت. بنابراین شک نکنیم که مردم ایران خواهان سرنگونی نظام هستند. اما سوال اساسی که شما در اینجا مطرح میکنید چگونه؟ به نظر من این سوال بسیار ساده است. اگرچه شما در حاشیه صحبت‌های خودتون اشاره کردید که آیا مشکلات فرهنگی و مسائل شخصی است که مانع این اتحاد میتونه بشه، من وارد این بحث نمیخوام بشم، ولی به نظر من این سوال شما در جای خودش به نظر من درسته و باید حتما بهش توجه بشه. اما وارد بحث سیاسی بشیم، یعنی هر کدام از ما سه نفری که الان در این بحث شرکت میکنیم میدانیم که برای همونطور که آقای عبقری اشاره کردن، برای سرنگون کردن این حکومت ما احتیاج به یک تشکیلات بزرگ داریم. ما نمیتونیم همینطور در اعلامیه ها و مقالات و به اصطلاح رادیو تلویزیون ها به عنوان کنشگر سیاسی و سخنگوی این گروه یا اون گروه بحث مطرح کنیم که رژیم باید برود و سرنگون بشود. سوال اساسی اینجاست چگونه؟ با چه تشکیلاتی؟ با چه ابزاری؟
با چه ابزاری؟ بنده معتقدم که با اتحاد و همبستگی احزاب و سازمان‌های سیاسی که امروز تردیدی ندارن که این حکومت اصلاح‌پذیر نیست، تردیدی ندارن که این حکومت باید برود، باید بر سر چند اصول اساسی که هم مورد توافق اپوزیسیون به اصطلاح ترقی‌خواه و دموکرات و سکولار باشه و مهمتر اینه که مردم ایران قبولش بکنن اون تشکیلات رو. مردم ایران تا به امروز نشون دادن که هیچ تشکیلاتی رو به تنهایی نمیپذیرن. این رو در هیچ کدام از عرصه‌های میدان مبارزاتی در طی سال‌های گذشته هرگز ما ندیده ایم که نام جبهه‌ای و نام شخصیت سیاسی رو مردم به زبان بیارن و اون رو به عنوان نماینده و یا رهبر خودشون بپذیرن. بنابراین به نظر من امروز وظیفه کنشگران سیاسی و مخالفین حکومت اسلامی این استش که با درس آموزی از 40 سال سابقه مبارزاتی و واقعیت‌هایی که در جامعه ما می‌گذره برای به وجود آوردن اون تشکیلات عظیم و بزرگ و همگانی پای اتحاد و وحدت برای انجام این کار بر بیاید. تشکر می‌کنم آقای قائم مقام. خب این مسئله اتحاد و وحدت و همبستگی باز هم شعار تازه نیست، یعنی ما تا اونجا که به یاد داریم همواره این خاستگاه نیروهای اپوزیسیون بوده، نیروهای مخالف رژیم جمهوری اسلامی بوده، یکی از آرزوهاش بوده و این آرزوها رو به قول آقای اعتمادی همواره در رادیو، تلویزیون، نشریه، مقاله اینجا و اونجا مطرح کرده که بیایید هم بسته بشیم، متحد بشیم، نیروها رو یک کاسه بکنیم. هر گروهی این ادعا رو داشته که داره دعوت میکنه و خواهان این هست، اما در مرحله عمل همواره به بن‌بست برخورد کرده. ما امروز میبینیم که فرضاً گروه های اپوزیسیون همجور که در قبل اشاره کردم نقاط اشتراک بسیار دارن، همجور که عرض کردم خواهان دموکراسی هستن، سکولاریسم هستن، برابری حقوق هستن، رفع تبعیض هستن، رفاه اجتماعی هستن، قانون اساسی مبتنی بر اعلامیه حقوق بشر، بخشی در حقیقت دنبال در حقیقت دموکراسی لیبرال هستند، بخشی دنبال دموکراسی خلقی هستند و و و. اما بعضی از این گروه ها حاضر نیستند که با هم یک کاسه کنن نیروشون. اصلا معتقد هستند که ما به خاطر اینکه دیدگاه های متفاوتی در رابطه فرضاً با ساختار آینده دولت داریم، نه در بعد دموکراسی، سکولاریسم، برابری و اینها، مثلا حزب کارگران، حزب سوسیالیست، جنبش سوسیالیست، کمونیستی سوسیالیستی که خواهان یک حکومت سوسیالیستی هستند، حزب کمونیست کارگر، یه مقدار اینها حاضر نیستن که فرضاً بیان مثلا با طرفداران لیبرال دموکراسی نیروهاشون رو یک کاسه کنن. فهم کنن که ما اصلا دیدگاهمون در رابطه با شکلگیری حکومت آینده متفاوت هست. حالا این آرزوی دیرینه 40 ساله رو برای تحققش یک در حقیقت یک تغییر کیفی در نگرش اپوزیسیون نسبت به در حقیقت برخورد با ساختاری که 40 سال همواره قدرتش رو بست داده، نیروش رو بست داده، در حقیقت قدرت سرکوبش رو بست داده، قدرت قارتش و راندخاریش و فسادش و همه این حال به هر حال بحث داده. آیا فکر میکنید که بعد از 40 سال یک تغییر کیفی در نگرش گروه ها در یک تعامل مثبت با یکدیگر به وجود آمده؟ چون اگر این تغییر کیفی در نگرش در حقیقت اپوزیسیون نسبت به این تعامل مثبت و در حقیقت پذیرش یکدیگر در ارتباط با اهداف مشترک پیش نیاد، باز هم ما به اون بنبست خواهیم خورد. نظر شما در این زمینه؟ بله، در این حال خیلی ممنون از این برنامه و دوستان که در فیسبوک و غیره سخنرانی هاشون قرار میبینم، ولی حالا خوبه که با آقای عبقری، آقای اعتمادی رو توی محل مشترک هستیم. سپاس، خوش آمدید. بله، ببینید اشکال کل ماجرا اینه که این داستان رو وحدت رو قبل از اینکه تجزیه تحلیل بکنن دنبالشن. یه ذره دو ذره هم نیست. شما نگاه کنید هر گروهی، میدونم اینجا ما هستیم، اونجا فلان هست، انواع اقسام در حالی همچین کارهایی هستن
و هیچ کدومشون هم فکر نکردن نظر فکری چقدر به هم نزدیکن که بتونن این چه کاری رو انجام بدن بتونن. نتیجه تا زمانی که این سازمان ها این گروه ها خودشون نفهمن مستقیما دارن چیکار میکنن دور هم جمع شدنشون فایده نداره. این تصادفی نیست که در این 35 سال نتونستن دور هم جمع بشن، ابدا تصادفی نیست، یعنی یه پایه اجتماعی داره. البته از نظر تاریخی خب خیلی مهمه، ما نمیدونم رنسانس نداشتیم، ما حتی ارستوکراسی تو جامعه نداشتیم، یعنی هیچ چیزی شبیه اون پایه‌هایی که باید به دموکراسی برسه رو نداشتیم. یعنی در حقیقت منظورتون از رشد فکری، طرز تلقی یا مثلا تولرانس یا تمام پدیده‌هایی که به مدرنیته مربوط میشه، خیلی چیزایی مربوط میشه، ما اونجا رو نداشتیم. جنبش مشروطه شروع از کار بود و بسیار هم جالب، ولی خب اینها هر جایی واستوندنشون. حالا داره صحبت این میشه آقا بیم با هم دیگه کار کنیم، کیا با هم دیگه کار بکنن خیلی مهمه. چند بار این کار انجام شده، بارها بارها در حتی سازمان دور هم جمع شد، خود منده بودم، ولی بعدا متوجه شدم اونهایی که دارن دور هم دیگه جمع میشن هیچ کدوم برنامه کار حتی خودشون رو به طور کلی نمیدونن. به این دلیل من طرفدار این ماجرا شدم که اول سازمان ها خودشون رو بسازن، وقتی که خودشون ساختن و مشخص شد دارن چه کاری رو انجام میدن بر روی مسائل مشترک کار بکنن، یعنی مسائل درازمدت هم خیر، مسائل آقا سندانیان سیاتی در گرفتن، این سازمان ها میتونن با هم دیگه جمع بشن، اطلاعیه بدن، غیره بدن، تو سازمان ها کار بکنن و بتونن یه تحولات کلی انجام بدن. نتیجه این کارا باعث شناخت بیشتر هم دیگه میشه. ولی این لغت همه با هم آقای خمینی انجام دادیدیم اصلا چیزی نیست، صحبت همه با همه نیست. از اولی همه با هم دشمنی داشتن و غیره داشتن، فقط با سیرشام آمدن با همدیگه بچسبوننشون یک کاری رو انجام بدن. باید این طرح بشه، باید باز بشه. شما نگاه کنین چند تا با کدوم سازمان فدایی شما میخواین همکاری بکنین، با کدوم سازمان نمیدونم فلان میخواین همکاری بکنین، انواع اقسام سازمان ها بس همون اسامی اصلا الان تو افراد تکی جبهه ملی وجود داره. یعنی آقا من جبهه ملی هستم و ایشون اسمش خود سازمانم رو خودش گذاشته. حالا سازمان تو ایران هست توجه کنیم، ولی با این حالت یه نفر تو فلانجا میگه من یکی جبهه ملی هستم. حالا سازمان های دیگه شما نگاه کنید، سازمان ببینید سازمان فدایان چقدر داره، چقدر ما جمهوری خواهان داریم، میبینیم چپن و این بچه ها از نظر فکری قانونا اینه که عین هم فکر کنن، ولی عین هم فکر نمیکنن. نه تنها اینا هم فکر نمی کنن، بلکه چند بار هم که جوره هم جمع شدم، اون باری که از یک هزار خورده جمع شدن تو برلن دوره هم، من اونجا بودم، ولی به مجردی که ماجرا تموم شد به دلیل اینکه هیچ برنامه سیاسی گفته نشد، از اول برنامه سیاسی اشکال بود. یعنی من میگفتم باید انتخاب، مثلا من نوهی رو دارم میگم، انتخابات باید تحریم بشه، اونها میگفتن نه آقا جان یه دلان اعتصاب کردن توی مجلس، بزنین اینهایی که دادم جلوی فلان تصمیم بگیرن که انتخابات فلان بشه غیر این. از اول نتیجتا این داستان ادامه پیدا نکرد، من دنبالش رو ادامه ندادم و آدم هایی مثل من یه همچین جریان با اینکه فکر میکردن نجیزن فکر کنم اول بعد این سازمان ها خودشون رو بسازن درست کنن. اینقدر حرکت سینوسی دارن، عوض و بدل میشن، یه روز سلطنت طلبن، یه روز پارلمانتریستن، یه روز طرفدار دموکراسی هن، یه روز طرفدار فلان، همینجور بالا پایین میره. یه زمانی باید اینا برسی که آقا بدونن که آقا جای منده سلطنت طلب هم، اگه سلطنت طلب هم سلطنت طلب هم، توجه کنید اون ماجرا واسطن. من این فکر میکنم به این طرح بازشه بیشتر میتونم صحبت. بله حتما. آقای اشراقی شما این اشکالات رو چگونه ارزیابی میکنید؟ سخنانی که آقای کامبیز مقام بهش اشاره کردن، یعنی در حقیقت این تعدد سلایق فردی که میتونه در حقیقت درخواست جمع تأثیر بذاره و اون حرکت رو به انحراف بکشه. از آقای عبقری پرسیدید؟ بله آقای عبقری باز بخوام من بله بینید این مسائل فرهنگی رو در فرهنگ رفتاریمون در جنبش سیاسی ایران وجود داره، این نگرش های سنتی وجود داره، ولی همطور که اول خود شما اشاره فرمودید حدود شاید 6-7 میلیون نفری از ایران رانده شدن در کشور، که اینم تأکید بکنم که از تمام همه به ایران شده، از حمله اعراب گرفته و مغول و غیره تا به حال
چنین نیروی انسانی از ایران رانده نشده که در زمان این 39 سال در تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و اکثر تأثیر کرده و هستن در کشورهای دموکراسی. ما در این زندگی میکنیم، کشورها چگونه دارن اداره میشه، دموکراسی به چه نفع میکنه، نقش احزاب و سازمانهای سیاسی چگونه است، ارتباطشون با نهادهای مدنی چگونه است، به جنبش ها به چه نفع فعالیت میکنن. ما این فرصت ها رو داشتیم که بیاموزیم، ولی متاسفانه بسیاری از مدیران سیاسی ما که در بعضی از تشکیلات وجود دارن هنوز به اصطلاح نمیخوان که چگونه یک نهاد سیاسی فراگیر به وجود آورد. بی زحمت بلندتر اگر میشه. بله، نهاد صدای من هست؟ بله، بلندتر خواهش میکنم. خواهش میکنم. نهاد سیاسی فراگیر به وجود آورد که بتوانیم در این مرحله تاریخی اثرگذار باشیم. ما بهترین نیروها رو فکر میکنم که این امکان وجود دارد، با تأکید برای این که نقایصی در رفتار سیاسیمون داریم و اینا رو باید اصلاح بکنیم، از خود مرکز فردی و همچنین تشکیلاتی گذر بکنیم و بتونیم هم دیگه این برنامه رو به پیش بریم. آخرین فرصت تاریخی ماست که در این مبدا بتوانیم این رو عملی بکنیم. چرا من فکر میکنم در عرض 2-3 سال آینده نظام فروپاشی خواهد کرد و مملکت و با همراه با اون مملکت هم از بین خواهد رفت اگر که ما نجنبیم. متاسفانه اشاره میکنم باز که بسیار بسیار نهادهایی که هستند تا به حال وجود داشتند، یک نهادهای سنتی، ساختار درونیشون سنتی و غیر دموکراتیک، بنابراین نتونه امروزی و مدرن بکنن که بتونن جنبش ها اثرگذار باشن. همینطور که خود شما هم اشاره فرمودن، تبدیل شدن به انجمن های بیانی و نویسی. یک فاجعه در ایران اتفاق میفته، رژیم ادعی رو نابود میکنه، بیانی می نویسن که محکوم میکنن. این رو با بشری و مدنی میتونه انجام بده، ولی چه احزاب این خواسته ها رو برنامه ریزی بکنن به برنامه و پیوند بزنن با این جنبش ها. تا زمانی که این پیوند به وجود نیاید، همین وضعیت رو خواهیم داشت که در عرض 39 سال گذشته داشته ایم. با همدیگه کار کنیم، این قابل به صلاح پیاده کردن هست. اقل ها همینطور که اشاره کردم از نیازی نداریم. یکی، اول آنهایی که باور دارن این نظام باید به کلی برود، به اصلاح شدنی نیست. دوستان، توجه، نظامی میشود اصلاح بشود که زمینی و معتقد و باوردارانش به اون چیزی که اعتقاد دارن زمینی باشد. دموکراسی یک امر زمینی است. نظام اسلامی به الهیات معتقد دارن که آن زمانی و فرازمینی است. بنابراین آنچه را که آن زمان فرازمینی است امکان ندارد بتواند بشود اصلاح کرد. اصلاح وقتی است داریم، نظام دموکراتیکی داریم و با اشکالاتی بر میخوریم، همین اشکالاتی که الان داریم صحبت میکنیم، جمع میشیم گفتگو میکنیم ببینیم که چگونه باید از این مشکلات گذر کنیم و هر مرحله هم که پیش میریم بکنیم که باز با خرد جمعی میشود اون مسائل رو تأکید میکنیم توانیم این امکانش وجود دارد بالقوه، ولی بعد اینو بالفعل در بیاوریم با همفکری و همکاری روی همینطور که اشاره کردم نظام اسلام این برود. ما میخواهیم منشور حقوق بشر رو در ایران نهادینه بکنیم. حول این ما میتونیمشون که هر گروه، هر سازمانی که به این اصول اعتقاد داره دور هم جمع بشن و برنامه ریزی بکنن برای چگونگی پیوند زدن با جنبش ها و گذر از این نظام.
تشکر میکنم. آقای اعتمادی، آقای مقام اشاره به این کردن که بهتر است از اونجا شروع بکنیم که اگر سازمانی میزنیم سازمان خودمون رو ابتدا تقویت بکنیم، سازمان خودمون رو ابتدا بزرگ بکنیم، بروز بکنیم، به نام بکنیم و بتوانیم در حقیقت به عنوان یک وزنه سازمانی ظهور بکنیم. حالا من اگر اینو بخوام از جنب نظر سایکولوژی یا روانشناسی اجتماعی یه نقد کوتاه بهش بدم، با در نظر گرفتن فرهنگ ناخودآگاهی جامعه ایران که دنبال در حقیقت یک انتیتی شکل گرفته و قدرتمند هست و وقتی اون انتیتی شکل گرفت و موجودیت پیدا کرد و ابراز وجود کرد و قدرت پیدا کرد، مردم راحت تر میتونن در حقیقت بپیوندن به یک انتیتی یا یک سازمان یا انستیتیوشن. آیا فکر میکنید که این پیشنهاد آقای قائم مقام در ابتدا کاری تره، کارآمد تره، یا اینکه در ابتدا نیروها باید تلاش بکنن با ارتباط با هم دیگه یا گفتگو با هم دیگه، بدبستان و تعامل با هم دیگه، همدیگر رو در حقیقت قانع بکنن که بیان در حقیقت در یک نیروی منسجم با هم گام برداری بکنن؟ ببینید خانم ساید، خب این گفتگوها رو که ما 40 ساله داریم میکنیم، همین الان هم داریم گفتگو میکنیم. یعنی هر سه نفر ما به نمایندگی از سه جریان سیاسی متفاوت اما نزدیک به هم به نظر من داریم با هم گفتگو میکنیم. در جاهای دیگه هم این گفتگوها صورت گرفته. من در ابتدا خدمتتون عرض کردم شرایط امروز ایران و شما تو مقدمه صحبتاتون اشاره کردید، شرایط 30 سال پیش نیست، 20 سال پیش نیست، حتی شرایط 2 سال پیش هم نیست. ما نمیدونیم هر شبی که میخوابیم فردا چه اتفاقی برای ایران ما خواهد افتاد. امروز بحران و شدت تنش بین یک بزرگترین قدرت اقتصادی و سیاسی دنیا در جهان یعنی امریکا با حکومت اسلامی وارد یک جنگ به طور واقعی شده. اگر امروز تانک و توپی در کار نیست، دلایل خاص خودش رو داره. قدم به قدم به نظر من این مسئله داره به اصطلاح به پیش میره. بنابراین امروز نقش و وظیفه گروهایی که خودشون رو طرفدار ایران میدونن و مخالف رژیم میدونن این است که هر چه سریعتر برای نجات ایران بتونن برنامه خودشون رو ارائه بدن. من حالا به چند نکته که جناب قائم مقام ارجمند بهش اشاره کردن خدمتتون عرض میکنم. این که جامعه ما دچار یک سری عقب افتادگی های فرهنگی و تاریخی و سیاسی است میشه راجبش بحث کرد، اما فراموش نکنیم که این جامعه 100 و چند سال پیش انقلابی درش رخ داده به نام انقلاب مشروطیت که در بین تمام کشورهای خاورمیانه نمونه بوده. یعنی روشنفکران ما 100 و اندی سال پیش با الگوبرداری و تحت تاثیر پیشرفت‌هایی که در جوامع غربی صورت گرفته انقلابی رو در اونجا رهبری میکنن، البته با ضعفایی که درش هست، که هدفش پیشرفت، مدرنیته و رسیدن به دموکراسی و آزادی است. بنابراین جامعه ما به اون معنا یک جامعه عقب مانده از این جهت نیست. نکته دوم اینه که به خصوص جناب قائم مقام به عنوان نماینده سازمان‌های جبهه ملی در خارج از کشور از سنت سیاسی میآیند که زنده یاد دکتر محمد مصدق رهبر او بوده و دکتر محمد مصدق طرفدار به اصطلاح قانون اساسی مشروطه بوده و بر اساس همون انقلاب، همون قانون اساسی مسئله شکل نظام رو به هیچ عنوان در اولویت قرار نمیداد و تنها معتقد بود که شاه باید به اصطلاح سلطنت کنه نه حکومت، و نخست وزیر و مجلس هستند که سرنوشت جامعه رو به دست میگیرن. بنابراین ما باید بپذیریم اگر واقعا قصد داریم که یک جبهه وسیعی از نیروهای سیاسی گوناگون رو به وجود بیاریم در برابر این هیولای حکومت اسلامی ایران، این مسئله رو باید در نظر بگیریم که اون چه که هدف اصلی است برای ما در این مرحله ایجاد اون تشکیلات بزرگ، اون جبهه وسیع بدون هیچ گونه تعصبی، خارج از این که شکل نظام در آینده ایران پادشاهی باشد یا جمهوری، تا بتوانیم وسیع‌ترین نیروهای سیاسی و وسیع‌ترین نیروی مردمی رو در داخل کشور به خودمون به اصطلاح جذب بکنیم. واقعیت اینه که خانم ساعد، یکی از دلایلی که تا اکنون مردم ما به یک نیروی سیاسی روی خوش نشان ندادن به دلیل این تعصبات است که من گفتم که من جمهوری خواهم،
الا و بلا باید آینده ایران یک حکومت یک نظام جمهوری باشد و دیگری گفته است من طرفدار نظام پادشاهی ام و باید نظام پادشاهی باشد بشود. بنابراین امروز آقای قائم مقام عزیز، آقای عبقری و بنده مسئولیم در مورد این مسائل پاسخ بدیم که برای ایجاد اون جبهه وسیع چه شرطی رو داریم و چه اصولی رو مقدم میدونیم. آیا جمهوری خواهی، جمهوری خواه بودن و طرفدار نظام پادشاهی بودن اصل مشارکت و همکاریه؟ این نه تنها در عرصه ایجاد یک جبهه بزرگ میتونه مانع جدی باشه، بلکه حتی در مورد کارهای به اصطلاح صنفی، طرح مطالبات دموکراتیک هم حتی میتونه مانع بشه. بنابراین ما باید اون اصولی رو انتخاب بکنیم که هم مردم ایران بپذیرن و هم تمام جریانات سیاسی. اگر از شما از من بپرسید، بنده به عنوان یکی از اعضای حزب سکولار دموکرات ایرانیان معتقدم چند اصل، یعنی مسئله جدایی مذهب از حکومت، حفظ تمامیت ارضی ایران و انحلال حکومت نظام، انحلال این نظامی که بر سر کاره، این مورد توافق همه هست. هم مورد توافق چپا هست، هم مورد توافق لیبرال ها هست، هم مورد توافق جریانات ملی هست و هم سکولار ها. بنابراین این وظیفه ماست که در این برنامه این پاسخ رو بدیم که شرایط ما و اصول ما و شروط ما برای اینکه اون جبهه بزرگ به وجود بیاد چیست. بله، خیلی ممنون. بله بفهمید، ادامه بدید. عرضی ندارم. بله، اجازه بدید ما دوستان عزیز بریم به پخش چند پیام بازرگانی و این بحث رو با دوستان ادامه خواهیم داد. بحثی بسیار ضروری است، اگرچه به کرات در رادیو تلویزیون ها شما در رابطه با پیدایش آلترناتیو، نقش اپوزیسیون، تشکل، رهبری یا خلأ رهبری و برخورد با جمهوری اسلامی، برخوردی ساختارشکن یا بنیادی شنیده اید. ولی امروز با در نظر گرفتن شرایط بحرانی خاورمیانه و با در نظر گرفتن بحران همه جانبه‌ای که در داخل ایران مردم تجربه میکنن و خود ساختار در حقیقت باش روبروست، ضرورت در حقیقت نقد و ارزیابی این نوع مباحث بسیار بسیار در حقیقت حس میشه، تجربه میشه و ما از این روز که به این مباحث دامن میزنیم. کامبیز قائم مقام، خب شنیدید صحبت دوستان رو در رابطه با وقتی رفتیم پیام های بازرگانی رو به تماشا بنشیدیم، صحبت از این میکردید که حتی در یک سازمان هم افرادی که با هم در حقیقت توافق میکنند که این سازمان رو به راه بیاندازن توافق نیست. بفهمید. بله بله، ببینید گاهی اوقات دادم نباید واقعیت ها رو جای آرزوهاش بذارین، دو تا رو عوض بکنه. این صحبتی که کردیم واقعا درسته. این ماجرا، ای کاش میشد تمام این ماجرا، ای کاش همه میتونستن دور هم جمع شن، ای کاش تمام این حرفا بود. ولی یه واقعیت دیگه در جامعه ما هست. شما نگاه کنید، با وجود تمام این جنایت هایی که اینها دارن انجام میدن، با وجود کارهایی که اینها کردن که تو تاریخ ایران، یعنی دوران مغول هم انجام نشده، ولی ملت آمدن آقا رای دادن به روحانی، واقعیت باعث تأسف دنیاست، ولی در هر حال این کار کردند. بسیاری از آدم‌های روشنفکر رو فهمیده و دوستان نزدیک شماونده این کار کردن، نه اینکه آدم‌های مثلا خیلی مسلمان فلان و فلان، اصلا اینجوری نبود. فکر می‌کنم راه حل اینه، به دلیل اینکه مسئله‌ای که داره طرح میشه مسئله بسیار بزرگیه. باید گفتم سازمان ها اول درست بشن بتونن کار بکنن، بعد جواب این حرفا رو بدن. نکته ای رو که جمهوری اسلامی داره طرح میکنه از زیر و بالا و اینجور که اگر جمهوری اسلامی بره همه چی به هم میخوره، این تجزیه طلبان هم کمکی به این داستان نمیکنن که بگن آقا همچی چیزی نیست. میگه آقا این سازمان میریزه به هم. البته دوران شاه همین کار میکردن، ولی مال اینا واقعیتیه. تمام دور کشورمون نگاه میکنیم، 100 تا کشور کوچولو کوچولو داره درست میشه توش و معلومه نیست به کجا خواهد کشید. نتیجتا ایرانی ها اتفاقا راجع به این ناسیونالیسم و راجع به اینکه ما یه پارچه هستیم و همه فلان هستیم و اینا، یه پایه های وحدت مشترک دارن. کاری هم ندارن بعضیش درست بعضیش غلط، ولی این واقعیتیه. از این جریان میترسن که این جریانات بخواد به هم بخوره، به این دلیلی که با این وسعت و با این رأی میرن به آقای روحانی رأی میدن، به
ایشون بتونه بیاد نگه داره. ایشون هم میاد اول تمام اینا هم قول و وعده های عجیب و غریب دادن و بعدن هم میاد نمیتونه این کارو بکنه. من که فکر میکنم صحبت نمیتونستن این صحبتی که بخشی از ماجرا هست، اگه بخواد این کارا رو بکنه کل کار به هم بخوره، واسه چی این کار رو انجام بده؟ نتیجه هم میاد آقا میسازه که اصلا ما با هم اختلافی نداریم با آقای رهبر و غیره و این حرفا و یه اشکالات کوچیک به ما گفتیم سه تا زن میاریم، الان هم شرایطش نیست، یعنی چی شرایطش نیست که تو جریان بیان، یعنی همچه حالتی در درون کشوره. ما هیچ گونه رهبری در اون کشور نداریم، حتی رهبری که در درون کشور میشه توسط رژیم تحمیل میشه. ملت فکر میکنن اینا رهبر خودشونن، یا حسین میر حسین این کوچیک نبود، پنج نفر نبودن، میلیون آدم این صحبت رو کرد، فکرم اینی میکرد که اینا اگه بیان میشکنه ترک برمیداره کل کار و اینا میتونن توش روش پیدا کنن. حتی آقای کروبی خیلی مهمه این داستان جمهوری ایرانی خیلی گرفت، ملت دوست داشتن این حرف، من دل من خیلی چسبید این حرفو. با کمال چیز آمد از این ماجرا استفاده کرد. بلش شنیدین که بخش بزرگی از جامعه داره میگه یا حسین چیز داره میگه جمهوری ایرانی بله هستش، متا یه اشکال اشتباه اونو درستش کنن، بگن آقا هم غزه هم لبنان جمهوری ایرانی. ببینید جمهوری ایرانی را از ور نداشت که یه وقت محبوبیتش توی جامعه این بر اون ور نشه، یه همچین حالتی داره. داستان ما با داستان سابق یونان و سرهنگان کاملا فرق داره. اون وقت جنبش وجود داشت تو یونان کاملا، اینها آمده بودن به عنوان یه کودتا گرفته بودن، وقتی هم که اونا آمدن بیرون تو خارج از کشور همه طرفدارشون بودن. تو برنامه جانی کارسون، چون من اون وقت تو کنفدراسیون فعال بودم کاملا با اینا کار میکردیم و سازمان دانشجویان یونانی، نتیجتا همه جا جاشون بود. برنامه هایی که میذاشتن 250 نفر می آمدن، از این 250 نفر 220شون ایرانی بودن 30شون یونانی بودن، چون که برای دارن برای جلوی سفارت یونان اعتراض داشتن میکردن. ولی تمام اینا رو هر جایی تو آمریکا بهشون اجازه میدن تو تمام برنامه‌های شباس رو صحبت بکنن علیه حکومت سر. ما اصلا حرفا رو نداریم اینجا، نه تنها نداریم و حتی ما هم زیاد خوب نیستن به اون ترتیب، با اینکه مخالفیم که بتونن بیارن و پخشش کنن، باز میرن آدمای خودشونو برمی‌دارن میارن، می‌بینی که کسانی که دارن میارن. یه نکته دیگه، وقتی سازمان‌های بخوان دور هم جمع بشن یه قانون کلی داره. ما وقتی بخوایم دور هم جمع بشیم به کارنامه نگاه می‌کنیم. اینجا چون من سوالا استخدام بودن، وقتی میخوان شما رو استخدام کنن، وقتی میخوان داخل جریانی بکنن، هیچ چیز شما ندارن، میرن کارنامه شما رو نگاه میکنن، آقا شما تو اون کمپانی کار کردی، فلان کار کردی، فلان کار کردی، 6 دفعه زندان رفتی ولی برای تصدیق بوده مهم نیست، ولی اگر فلان بوده استخدامتون نمیکنن. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم که با هم دیگه بتونیم کار بکنیم اونی که ما باید بریم آقا با سازمان هایی که کارنامه شون رو نگاه کنیم، ما میتونیم کار بکنیم. الان شما نگاه کنین آقای شاهزاده رضا پهلوی، هنوز که هنوز معتقده 28 مردادی نبوده، اصلا نگاه کنین رهبر یه جنبش 5 تا رئیس جمهور آمریکا دارن میگن فلان، بعد ایشون دارن میگن هیچ چیزی نبوده تو جریانات و محکم هم روی ماجرا واسدن و حتی آقای داریوش همایون عکسشو میگفت ولی با تمام تفاصیل. این چجوری میتونین که آخه یه پایه‌ای باید داشته باشین. نتیجتا شما وقتی که نگاه میکنین باز باید به کارنامه نگاه بکنین و شما با سازمانی میرین کار میکنین که این سازمان به دموکراسی معتقد باشه، پایه های دموکراسی داشته باشه. ما نگاه میکنیم اون سازمان چپ عجیب و غریبی که آدم میکش فلان میکرد غیره میکرد، حالا برای آزادی دفاع مردم فلان تمام رو، نوع کاری که میکرد با نوع کاری که ما داریم میکنیم فرق داره، خیلی مشکل شما با اینا بتونی کار بکنید. ولی با تمام تفاصیل گفتم سازمان ها بر روی مسائل مشترک، یه دونه مسئله میتونن با هم دیگه یه دفعه کار کنن تموم شه، دفعه دوم سر یک مسئله دیگه کار بکنن تا بتونن اینا پایه‌های خودشون رو قوی کنن، بدونن چی دارن میگن. الان گفتم هیچ کدوم از اینا معلوم نیست، میگن این همه سازمان جمهوری خواهان بنده توش دارم میرم شرکت هم میکنم، یعنی میشینم توش به عنوان ناظر، تو اینجا هستم انجمن دموکراسی تو اروپا و دوستان خوب اونم هستن، ولی شما نگاه از نظر فکری خیلی مشکل با این کار کردن. من خیلی برام مشکله بتونم با اصلاح طلبی کار بکنم که ایشون فکر بکنه که آقای روحانی تمام زندگی و فلانش داره گشته برای مردم ایران این همچین کاری رو انجام بده. من خیلی این مزار برام مشکل، هر چقدرم این کارو با اینکه جامعه ایرانی اکثریتش هم به این آقا رأی دادن به هزار دلیل مختره، ولی برام مشکل با این آدم ها بتونم فعالیت و همکاری بکنم روی جریاناتی، برای که پا
پایه‌های اولیه صحبت اون یکی نیست. به زور نمیشه جمع کرد آقا بیاین بعدا با زمرده به هم بخوریم. بیشتر معتقدن که اصلاح طلبان به طور کلی در این طیف اپوزیسیونی که ما نام بردیم نمی گنجن. برای اینکه با اینکه بخشی از اصلاح طلبان ادعا میکنن که ما سکولار هستیم، ولی خوب میدونن که هستن یه تعداد بسیشون هم هستن. خوب میدونن که خب شما میتونین هم سکولار باشین هم طرفدار ساختار باشین. چون واقعا یه تضادی هستش دیگه، این سوال مطرح هستش که من میام میگم من سکولار هستم اما طرفدار ساختار هستم و با توجیه این که خب معتقد هستم که با جنبش های اجتماعی یا صنفی و به طور گام به گام ما به مرحله گذار از حکومت میرسیم و بعد من به اون سکولاریسم میرسم، به نظر من خیلی یه توهمی بیش نیست، به خاطر اینکه تاریخ و تجربیات در حقیقت ما در عرض این سالهای گذشته این رو به اثبات رسونده. اما معنای اپوزیسیون و مخالفین جمهوری اسلامی رو اجازه بدید ما یه ذره روشن‌تر بگیم. به نظر من دوستان میتونن تصحیح کنن منو، اپوزیسیون و مخالفین رژیم جمهوری اسلامی کسانی هستند که ساختار شکن هستند و میخواهند که در حقیقت این رژیم واژگون بشه و رژیم دیگری دموکراتیک سکولار حقوق بشری جایگزین بشه. به هیچ عنوان اعتقاد ندارند که این رژیم اصلاح پذیر هستش، به هیچ عنوان اعتقاد ندارند که در حقیقت میتونه شامل رفرم باشه. شاید مثلا ما اگر اعتقاد بخوایم تنها راه در حقیقت انتخاب ما اصلاح طلبی باشه و رفرم باشه، شاید 100 سال آینده یک گام های برداشته بشه، ولی خب من فهم میکنم که ملت ایران مستحق این هستن، نسل های ما مستحق این هستن که بتونن طعم آزادی و دموکراسی رو بچشن. آقای عبقری، آقای قائم مقام اشاره میکنن به در حقیقت نقش مردم یا مشارکت مردم در انتخابات یا به طور کلی عدم اعتراضات عمومی یا حق خواهی، حق طلبی بعد از سرکوب های بسیار گسترده، بعد از محرومیت های بسیار گسترده، بعد از تبعیضات بسیار گسترده. خب این سوال برای خیلی ها مطرح هستش که واقعا چگونه است که این مردم هنوز در صحنه تحت تاثیر تبلیغات به قول ایشون که میخواد، تبلیغاتی که میخواد در حقیقت افکار عمومی رو رهبری بکنه به سمت و سوی که منافع خودش رو ایجاد میکنه گام برمیداره. خب این سوال بسیار موجهی است. ما برای اینکه بتونیم الترناتیوی بسازیم در خارج از کشور نیاز به حرکت مردم در داخل داریم. حالا اگر که انقلاب باشه در حقیقت راه حل ما، یعنی حضور گسترده و جمعی مردم بر علی رژیم باشه، پس نیاز به همین مردمی داریم که یک نیروی اجتماعی در دفاع از اصلاحات رو شکل میدن. بفرمایید. خیلی ممنون. عرض شد که ببینید که همینطور که اشاره شد مردم در صحنه وجود دارن. ما در داخل جنبش کارگران، جنبش معلمان، جنبش پرستاران و همه این جنبش ها هستن، ولی نهادهای سیاسی موجود نتوانستن با این جنبش ها پیوند بزنن. به خاطر همین است که مردم دلسرد آمده اند، با اینکه پرداخت کرده و میکنن و مرتب هم میان بیرون و به اصطلاح دو این جنبش هایی که اشاره کردم وجود داره، ولی از اون چرا میرن به روحانی رای میدن؟ برای اینکه آلترناتیوی نمیبینن، برای اینکه ماها هنوز مخالف نظام هستیم، ولی هنوز به دیدگاه خودم میگم هنوز اپوزیسیون نشدیم. وقتی که ما متحد شدیم و دارای برنامه بودیم و تونستیم با این مردم فراگیری دارن و همیشه هم در صحنه هستن پیوند بزنیم، اون موقع مطرح هستیم و اپوزیسیون هستیم. فعلا مخالفان رژیم هستیم. رژیم خودش اپوزیسیون داخلی خودشی داره که همین احزاب اصلاح طلب هستن که دارن کار میکنن، ولی ما آزاد و دموکرات فقط مخالفان نظام هستیم و این تشکیلات رو به وجود بیاوریم. هیچ کشوری نتوانسته است به دموکراسی برسد بدون تشکیلات، بدون
احزاب و این احزاب بیاین به هم دیگه پیوند بزنن روی همون که مد شد و بتوانن یک نیرویی بشن تدارک برنامه توانن این جنبش ها رو با پیوند بزنن و در جلو جنبش ها قرار بگیرن که پیام بدین که بله مردم ای آزادی خواهان ای حق طلبان بفرمایید امروز در این تلاش که میکنید همه بیاید بیرون فلان روز همه متحدن بیاید در و بیاید خواستاتون رو مطرح بکنید از این طریق است که ما میتونیم به صلاح این جنبش ها رو هدایت بکنیم نمایی بکنیم خوشبختانه با انقلابات تکنولوژی که داشتیم دیگه مرزها از بین رفته الان همین صحبتی رو که ما داریم اینجا میکنیم در سراسر دنیا میتونه پخش بشه بله تشکر میکنم آقای حسن اعتمادی بازم همین سوال مشخص که بحره شما بحثتون تموم نشد بفرمایید از این امکانات رو ما داریم دیگه صدها مثلا گذشته یک نکته بگم چون که اشاره شد که منم مثلا نهاد الان من به عنوان یک منفرد اینجا هستم ولی بله که شما داریم روی یک حزبی حزب آزادی و رفاه ایرانیان کار میکنیم 5 سال روی این پروژه کار کرده ایم و اول ماه نوامبر هم کنگرسمون رو خواهیم داشت و در نکته دیگه که بسیار مهم است که در اینجا مطرح شد داریم نمایندگان احزاب رو دعوت میکنیم اینجا من دو یا دوست گرامی هم درخواست میکنم تشریف ببرن نمایندگان میخواهیم برای تشکیل یک جبهه فراگیر آزادی خواهان ایران که باور دارن که این نظام باید برود جد بیاوریم و امیدواریم در این مسیر در کنار همگی آزادی خواهان باشیم و میدونم که باشیم اگر خودمحوری ها خود اگر اینها رو کنار گذاشته بشه و تجربیات 40 ساله بهره بگیریم و تجربیات کشورهای دیگه بهره بگیریم و برای یک بار برای همیشه توانیم در کنار هم منسجم و بر کنار بکنیم ملتی که هنوز نتوانسته سای اولیه آزادی و دموکراسی برسه هیچ ملت دیگه ای نداریم که چنین هزینه سنگین رو در تاریخ پرداخت کرده باشه میبخشم تمام خواهش میکنم آقای حسن اعتمادی ما چون وقت زیادی نداریم شاید حدود 15 دقیقه دیگه نه 20 دقیقه حدود 20 دقیقه دیگه به پایان برنامه داریم حالا بیایم فرض رو بر این بگذاریم که این معضل بزرگ تاریخی فرهنگی یعنی اون بلوغ عاطفی عقلانی و اخلاقی که یک فرد میتونه در ارتباط با هم نوعش پیدا بکنه که بتواند به یک تعامل سازنده برسه بتواند کمیونیکیشن یا گفتمان درستی یا گفتگوی درستی از نظر گفتن و شنیدن از نظر تحمل کردن رواداری انتقاد پذیری در حقیقت پذیرش تفاوت‌ها کار در حقیقت اشتراکی کار گروهی تیمی از خودگذشتگی از منیت گذشتگی و باور به در حقیقت این اهداف جمعی اینها همه یک در حقیقت تحول فکری یک طرز تلقی مدرن یک بلوغ عقلانی رو میطلبه حالا و بسیاری امیدوار هستم که و میدانیم که در اپوزیسیون در حقیقت از اون تعصبات گذشته از اون تنگناهای ایدئولوژیکی گذر کردند و تحمل بیشتری پیدا کردن حالا فرض رو بذاریم که ما از این معضل بزرگ عبور کردیم خیلی خوب حالا این نیروها یک کاسته شده استراتژی یک استراتژی در حقیقت تاثیرگذار و تاکتیک یعنی استراتژی که در حقیقت بتونه در ارتباط با واقعیت‌های جامعه باشه و تاکتیک‌هایی که بتونه اثرگذار باشه رو چگونه شما تعریف می‌کنید این در حقیقت نحوه براندازی این رژیم رو چگونه باید انجام داد از به طور عملی یعنی کاربرد عملیش رو شما چگونه ارزیابی میکنید ببینید
خانم ساید عزیز، شما در همین جملاتی کمی الان بیان کردید سوالات بسیار مهمی رو طرح کردید که واقعا نمیشه به همه اونها یکی یکی پرداخت کرد. من همین الان پیشنهاد میکنم که ازتون خواهش میکنم که این برنامه رو ما تکرار کنیم، یعنی چند هفته این بحث رو بکنیم. این موقعیت خیلی خوبی است که جناب قائم مقام به عنوان یکی از رهبران سازمان های جبهه ملی در خارج از کشور در این بحث شرکت دارن، آقای عبقری شرکت دارن به عنوان یکی از کنشگران قدیمی اپوزیسیون، به خصوص جناب قائم مقام، به دلیل اینکه از یک سنتی آمدند که نمایندگی میکنن دید کار جبهه‌ای رو، نام تشکیلاتشون هم جبهه ملی است. بنابراین مسئولیت آقای قائم مقام برای اینکه راه حلی پیدا بکنن که همه احزاب سیاسی بتونن با هم متحد بشن و اون جبهه ملی واقعی رو به وجود بیاورن از همه ما سنگین تره. بنابراین پرداختن به تمام این جزئیات احتیاج به وقت زیادی داره. من اجازه بدید که در خصوص نکاتی که جناب قائم مقام اشاره کردن توضیحات کوتاهی رو تو همین وقت کوتاه خدمتتون عرض بکنم. ایشون فرمودن که جنبش وجود نداره. درست میگن جنبش وجود نداره. جنبش به معنای حضور به اصطلاح جمعیت میلیونی در صحنه اعتراضات خیابانی و اعتصابات گوناگون که بتونه رژیم رو فلج بکنه. ما در طی همین 37 سال اخیر علارغم همه سرکوب ها، علارغم همه فشارهایی که رژیم به هر حرکت اعتراضی رو به اصطلاح وارد کرده، اما مردم ما هر روزنه ای رو پیدا کردن اعتراض کردن و یکی از به اصطلاح اوجای این اعتراضات همونطور که عرض کردم تابستان سال 88 بود، 3 میلیون جمعیت اومد بیرون و نکته اینه که این جمعیت هم بدون سازماندهی بیرون نیومد. ابتدای به اصطلاح این حرکت توسط اصلاح طلبان داخل حکومت و داخل ایران بود که تونستن این جریان رو به راه بیاندازن، اما در پروسه ادامه این اعتراضات کنترل رهبری از دست اصلاح طلبان در اومد و شعارهایی داده شد که شعارهای اصلاح طلبانه نبود، یعنی شعار رأی منکو نبود و به همین خاطر آقای موسوی و کروبی به حصر خانگی تشریف بردن. بنابراین در همان زمان اگر یک نیروی آلترناتیو رهبری کننده بود، اون 3 میلیون به خونه باز نمیگشت و دوچار اون مصیبت ها نمیشد. جناب قائم مقام میفرمایند که ما حالا بیایم بعد از 40 سال بیایم سر مسئله شعار آزادی زندانیان سیاسی با هم کار بکنیم تا اینکه یواش یواش همدیگر بشناسیم. آقای قائم مقام، این اولین باری که من حضور افتخار به اصطلاح شرکت در یک برنامه سیاسی رو باشون پیدا میکنم، ولی من هم تقریبا هم دوره آقای قائم مقام هستم، کمی جوانتر هستم. در دوره کنفدراسیون منم به اون بخش از کنفدراسیون تعلق خاطر داشتم و عضو بودم که آقای قائم مقام داشت بودن و من هم در همون کنفدراسیون به سازمانی پیوستم که بعدها در ایران به عنوان تنها سازمانی بود که بعد از تمام سرکوب‌های شدید رژیم تونست سالها دوام بیاره و این آقای قائم مقام میدونن. بنابراین انتظاری که از آقای قائم مقام به عنوان سخنگوی سازمان جبهه ملی هست اینه که امروز با توجه به شرایطی که در ایران وجود داره، آیا ما باید بریم شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد بگوییم؟ اینها شعارهایی بودی که در طی تمام این سالا داده شده و رژیم هم کوچکترین تأثیری و اعتنایی به این شعارها نکرده. این رژیم، رژیم شاه نیست که عقب نشینی بکنه. این رژیمی است که تا لحظه سرنگونیش مقاومت خواهد کرد. اگر قرار است که این رژیم برود و مملکت ما از نیستی و اضمحلال کامل نجات پیدا بکنه، وظیفه مخالفینشون اینه همین امروز اقدام بکنن برای سرنگونیش. چگونگی سرنگونیش خب طبیعی است وقتی که اون جبهه متحد به وجود اومد، وقتی که اون تمرکز نیرو به وجود اومد، با هم مینشینیم و برای انجام کار و برای پیشبرد کار شعارهای تاکتیکی، شعارهای به اصطلاح منطقی که بتونه تاثیرگذار بشه، بسیج نیرو بکنه، مردم رو امیدوار بکنه، یکیه که اونها انتخاب میشه و ما دست پیدا میکنیم قدم قدم به اون استراتژیمون. استراتژی ما نابودی این حکومت بدون کوچکترین مخفیکاری و ملاحظه کاری. امروز اگر نیروی مخالف رژیم اسلامی ایران نه بعد از 40 سال جنایت و فساد و شرایطی رو که فرام آوردی که مملکت ما رو به نابودی و به اصطلاح تباهی است، نتونه به صراحت بگه این رژیم باید بره، باید سرنگون بشه و ما باید متحد بشیم و باید با کمک هم شعارها و تاکتیکای اصولی رو انتخاب بکنیم و این رژیم رو پایین بکشیم.
نه اینکه الان بیایم بپردازیم به مسئله 28 مرداد رو فلان کس قبول کرد یا نکرد. فلان کس تنها نیروی و تنها فرد اپوزیسیون نیست. امروز هزاران فرد سیاسی و مخالف این حکومت خودشون رو سازماندهی کردن. هر گروهی، هر دسته‌ای، با هر تعدادی و با هر کمیت و کیفیتی وقتی خودش سازماندهی کرده، اسم خودش رو سازمان، حزب، گروه یا هر چیزی گذاشته، اساسنامه داره، اون اساسنامه شناسنامه‌شه. و من و آقای قائم مقام اگر می‌خوایم به کارنامه کسی بر به اصطلاح رسیدگی بکنیم، اساسنامه‌شو می‌بینیم. اگر این اساسنامه و این مرامنامه هدفش سرنگونی رژیمه، خواستار استقرار دموکراسی است، حقوق ملی است، مشارکت مردم، حکومت سکولاره و آزادی احزاب سیاسیه و خواهان رفاه، آزادی و کار برای عموم مردم کشورمون هست، کافیه. ما دست دوستی و وحدت با همه اونها باید بدهیم، به خصوص کسانی که امروز نام به اصطلاح جریانی مانند جبهه ملی رو به اصطلاح به دوش میکشن و عهده‌دار حفظ اون تشکیلات هستن و پیش از هر کسی اونها باید پیشگام باشن و پیشقدم باشن که بقیه احزاب سیاسی رو در درون یک جبهه وسیع و به معنای واقعی ملی که نمایندگی تمام اقشار و طبقات مردم ایران درش حضور داشته باشن، شرکت داشته باشن. ما باید چشممون رو بر روی بسیاری از ضعف‌ها و اشکالات ببندیم و بدونیم بدون توجه به این مسئله، یعنی امر اتحاد و همبستگی ملی بین تمام جریانات سیاسی، مبارزه علیه این حکومت کاری است نشدنی. بله، با در نظر گرفتن ما تلاش میکنیم که در رابطه با برنامه های آتی برنامه ریزی بکنیم و همونجور که اشاره کردم ضرورت نقد و ارزیابی در رابطه با این موضوعات بسیار بسیار اساسی است. اشاره‌ای دارم به جنبش سبز که اشاره فرمودید دوستان. خب متاسفانه یک فرصت بسیار بسیار طلایی رو ما در اون زمان از دست دادیم، همونجور که خودتون اشاره کردید، به خاطر عدم یک رهبری قدرتمند و شاید نداشتن یک شعار در حقیقت واحد و مشخص. حالا برای اینکه در حقیقت فرصت‌های دیگری مثل جنبش سبز پیش بیاد، منظور من از سوالی که از شما کردم آقای اعتمادی که این رو در کاربرد عملی چگونه میتوانیم ما در حقیقت شروع بکنیم و به طور تاثیرگذار و مؤثر این راه رو بپیماییم، به قولی یک واقعیت هایی است که گذشته از مسائل فرهنگی، ذهنی و معضلاتی که خود اپوزیسیون در تعامل با همدیگه دارن، ما با یک پدیده‌ای به نام سپاه پاسداران روبرو هستیم که تمام اهرم‌های قدرت در دست این در حقیقت نیرو هست، در دست این گروه هستش، چه قدرت اقتصادی، چه مالی، چه سیاسی، چه اجتماعی، چه نظامی. و حالا با چنین نیروی عظیمی که در حقیقت حتی به قول خیلی ها رهبر هم در حقیقت ملبه دست این نیروست و میبایستی که تابع در حقیقت دستور عمل های این نیرو باشه که همواره در خود همون بیت رهبری هیئت خودشون رو دارن و برای برنامه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران همواره در حقیقت دستور عمل صادر میکنن. حالا واقعیت هم این هستش که ما که در خارج از کشور هستیم نیاز داریم که حالا رهبری به قول شما خط دادن از خارج کشور داشته باشیم، ولی سازماندهی ها باید در داخل ایران باشه. آنچه را که ما میخواهیم در برخورد با این رژیم انجام بدیم طبیعتا باید انقلاب باشه، یک انقلاب دیگری باشه، برای اینکه نوع دیگری نمیتونن، یعنی باید این تغییر، این ساختار شکنی به دست مردم داخل ایران انجام بشه، ما در خارج از کشور که قادر نیستیم. حالا با در نظر گرفتن این نیروی عظیم سرکوب که بیرحمانه و وحشیانه همجور که در جنبش 88 دیدیم با مردم برخورد میکنه، شما پیشنهادتون برای پیشبرد این هدف براندازی یا ساختار شکنی چگونه است؟ به طور عملی البته. منظور من سوال قبلی این بود که دوست دارم دوستان هر کدوم در فاصله‌ای که باقی مونده پاسخ بدن. بحث بسیاره، من فکر میکنم که شاید ما هفته آیندم اگر دوستان، اگر آقای قائم مقام موافق باشند و آقای عبقری، در حقیقت رو واکنش‌های مردم در رابطه با انقلاب، براندازی، برانداز، نمیدونم سکولاریسم و
همزبانی که آیا واقعا مردم ایران همزبان ما هستن وقتی ما میگیم سکولاریزم، در حقیقت اون سکولاریزمی هستش که در حقیقت درک میکنن. خیلی چیزا هستش که ما در رابطه با این آلترناتیو سازی باید در موردش نقد بکنیم. اما به طور خلاصه ما با پدیده‌ای مثل سپاه پاسداران، یک در حقیقت که بخشش یک نیروی تروریستی است، بخشش در حقیقت تمام اقتصاد رو داره، نفت رو در دستش داره، امنیت رو در دستش داره، سیاست رو در دستش داره، چگونه میتونیم برخورد بکنیم؟ مردم چگونه میتونن برخورد بکنن؟ یه نکته رو بگم که این درسته واقعا که آقای اعتمادی میگفتن جنبش ادامه داره تو ایران، به طور وسیع هم ادامه داره. آن چیزی که کمبود داره در ایران سازمانه، منتها این اشکال این نیستش که یه ده نخوان سازمان درست کنه، نمیذارن کسی سازمان درست بکنه. الان سازمان جبهه ملی تو ایرانه، دو ساله نمیذارن کنگرهشون رو تشکیل بدن، نمیذارن جلسات معمولیشون رو تشکیل بدن. آقای روحانی اینا که آمدن یه تعداد از اعضای جبهه ملی فکر کردن با ایشون میتونن فلان کنن، یه تعداد چیز تو اون که دوتشون تو رهبری هم بودن اعلامیه هم دادن و که آقا میشه با این کار، و اینا به ما قول دادن که همچی کاری انجام بشه و فلان. تا زمانی که خواستن رأی اون دو سه نفر رو بگیرن این قولا بود، ولی به مجرد که تموم شد تا آمدن جلسهشون رو ریختن اونجا و گفتن آقا جلسه شما نداریم، کی گفته شما اصلا امام گفته که شما در اصلا رهبرشان هم مسلمان نباد، چه رسوه شما ها نجاتن نزاشتن. هرگز این اجازه تشکیلات به ایران تو ایران داده نخواهد شد. متا اینا حرفشون رو میزنن، صحبت اینه که آقا ما به انتخابات استثبابی رأی نمیدیم، هر کی هم خود بده رأی بده، ولی ما انتخابات رو که برای ما تعیین میکنن ما به اون رأی نمیدیم. اینو روشن کردم. در رابطه با سازمان های در... رسمی صحبت نمیشه. ما در رابطه اگر بخوایم ببخشید واسه صحبتتون، حالا میخوام خارج بگم. نه منظور نیستش که در داخل ایران هسته های سازمانی باید تشکیل بشه. آیا فکر میکنید که این باید به صورت یک سازمان منسجم بزرگ باشه؟ چون وقتی اینجوری باشه خب به هر حال در معرض خطر بیشتری در رابطه با نیروهای امنیتی قرار میگیره. ولی بسیاری معتقد هستند که هسته های کوچک، یعنی سازمان های کوچک و هسته های کوچک باید به وجود بیاد و این هسته های کوچک در رابطه با براندازیه، یعنی یک سازمان نیست که بخوام اعلان موجودیت بکنیم جبهه ملی هستیم مثلا با اصلاحات مخالفیم. این هسته های سازمانی براندازی با در نظر گرفتن نیروی شدید امنیتی و سرکوب، من سوالم این بودش که کاملا داره به وجود میاد. من فکر بکنم در حال وجود، حتی این NGO ها خیلیشون پایه سیاسی دارن و به این شکل دارن در آمدن. من تعداد زیادیشون رو میشناسم که دارن این کار رو انجام میدن، کاملا داره این پایه ها داره به وجود میاد. آقای اعتمادی نظر شما؟ من یه نکته بسیار مهم آقای قائم مقام بهش اشاره کردم و اون مسئله این بود که حکومت اسلامی در داخل ایران اجازه نمیده یک تشکیلاتی که بتونه موجودیت اون رو به خطر بیاندازه به وجود بیاد. آقای بنابراین نتیجه گیری که از فرمایش آقای قائم مقام میشه کرد اینه که وظیفه ما مخالفین خارج از کشور است که این تشکیلات رو به وجود بیاریم. با به وجود اومدن این تشکیلات اون جنبشی که امروز دوچاری است و سرخوردگی است اما وجود داره طبیعتاً جان خواهد گرفت. اون وقت این نقش ما، وظیفه ما و روش کار ماست که میتونه اون جنبش رو به حرکت در بیاره. این که چگونه این جنبش منظور من همین چگونگیه. بله ببینید تمام انقلابات دنیا چگونه به وجود اومدن. خمینی اومد در پاریس نشست، سه تن از به اصطلاح فعالان سیاسی خارج از کشور نشستن کنارش، سازماندهی کردن، خبرنگارا رو جمع کردن، عوامل دیگه هم کمک کرد، ولی خمینی نشست بر اساس شرایط اون زمان قدم به قدم طرح شعارهایی رو کرد که مردم با اون شعارها به خیابان اومدن و زمانی که مساعد شد گفت شاه باید برود. اهرم‌های سازمانده آقای اعتمادی، اهرم‌های سازمانده در زمانی که خمینی در پاریس بود در داخل ایران هم بسیار فعال بود. ببینید یعنی این نبود که تنها همه چی در خارج از کشور سازماندهی شده، در خود داخل ایران به خصوص نقش مذهبیون رو فراموش نکنیم و سازماندهی اونها رو. خانم ساید ما ابتدا باید مسئله تشکیل نیروی آلترناتیو رو باش راجبش صحبت بکنیم. این نیروی آلترناتیو یک خرد جمعی درش وجود داره که قطعا با وجود این خرد جمعی تمام تاکتیکا و چگونگی و روش مبارزه رو انتخاب میکنه. من شک ندارم نیروی عظیمی که در خارج از کشور هست
و با تجربیات با ارزشی که تک تک اونا دارن وقتی در کنار هم قرار بگیرن تمام این مسائل حل خواهد شد. چه بسا ما بدور از انجام هیچ گونه عمل خشونت آمیزی قادر خواهیم بود که این حکومت رو سرنگون میکنیم. وقتی مردم اعتماد بکنن، اطمینان بکنن که یک نیروی به اصطلاح ساخته و پرداخته شده و قوی در پشت سر اونا هست، حضورشون در خیابان‌ها این رژیم رو یک شبه نابود خواهد کرد و به زمین خواهد زد. در برابر جمعیت میلیونی سراسری در یک کشور 80 میلیونی قوی ترین ارتش و نیروهای سرکوب تاب تحمل نخواهند آورد. مگه چگونه میتونن در برابر میلیون ها جمعیت یک کشور ایستادگی بکنن؟ تمام تجربیات تاریخی جوامع بشری دیگه هم به خصوص در دوره اخیر به همین شکل بوده. بنابراین مسئله مهم وجود تشکیل اون نیروی آلترناتیوه که من امیدوارم در ادامه این بحث ما بتونیم بر سر این موضوع بیشتر با هم گفتگو کنیم. بله آقای یک دقیقه، آقای عبقری، رو همین سوال مشخص، البته من با آقای اعتمادی موافق هستم که نیروی مردمی وقتی که مردم اعتماد بکنن به رهبری یا اون ستاد رهبری که در خارج از کشور میخواد به وجود بیار، در حقیقت به صداقتش و به برنامهش و به استراتژیش و به خواستگاه و اهدافش اعتماد بکنن که در حقیقت هیچ چیز جز عدالت اجتماعی، جز تساوی حقوق، جز حقوق مدنی بر مبنای حقوق بشر، جز سعادت و خوشبختی مردم داخل نیست. شما که در خارج از کشور هستیم به هر حال توی حکومت دموکراتیک زندگی میکنیم و از مزایای حکومت دموکراتیک هم برخوردار هستیم. این دوستان، این شخصیت ها که میان و ساعت ها در حقیقت انرژیشون و احساساتشون رو، اهدافشون و آرزوهاشون رو با شما تقسیم میکنن، دلشون به حال مملکتمون میسوزه، به حال در حقیقت تبعیض ها، به حال نابرابری ها، محرومیت ها میسوزه که خواهان تغییر هستن. آقای عبقری بفهمید. خواهش میکنم. همینطور که اشاره شد، من دارم که بالاترین قدرت مردمه. هرچند که سپاه هرقدر اسلحه داشته باشه، پول داشته باشه، اینها در هر کشوری که نگاه بکنیم، فروپاشی شوروی رو میتونیم نگاه بکنیم، میتونیم کشورهای اروپای شرقی رو نگاه بکنیم و تمام انقلابات اتفاق افتاده، این قدرت مردم بوده که تونسته نظام رو برکنار بکنه اینها. ولی برای اینکه این قدرت مردم به حساب سازمان یافته و منسجم باشه، لازمش یک نهاد سیاسی فراگیری به وجود بیاید، اعتماد مردم قرار بگیره، مردم پیوند رو داشته باشه که بتونه اون جنبش رو برای آماده بکنه و به تشکر میکنم دارم به بله تشکر میکنم آقای عبقری. آقای مقام، گذشته از اعتماد، به نظر من در حقیقت امید باختگی مردم ایران هستش که در از این 30 سال واقعا امیدشون رو به یک نوعی از دست دادن، چرا یک نوعی یأس. در از 30 دقیقه خواهش میکنم. بله من تیکه فقط دارم میگم الان جبهه ملی تو خارج کشور داره این کار میکنه برای همکاری با سازمان های دیگه، منتها میخواد این اشتباه نشه که بعد از 10 روز به هم بخوره رو این حسابی که، ولی بحثش الان هست. هر یه شنبه پیش از بحث‌های بزرگی که ما داریم چجوری میتونیم با جریانات دیگه کار بکنیم، این فراموش نشده، به هیچ عنوان فراموش نشده، فقط میخوایم به هم نخوره. بله این آلترناتیوی که ما امروز در موردش بحث میکنیم واقعا در مرحله عملی چگونه میتونه متحقق بشه؟ سکولاریسم چه معنایی داره؟ ما به دنبال چه هستیم؟ دموکراسی، چه نوع دموکراسی برای مردم ایران میتونه سازگاری داشته باشه؟ نحوه تشکل، شکل‌گیری، رهبری و در حقیقت پرداخت به استراتژی چگونه امکان پذیره؟ این مباحث رو ما در جلسه بعدی با مهمانان عزیز مطرح خواهیم کرد. از حضور شما، از شرکت شما و توجه شما دوستان عزیز دوستان متشکرم. آقای عبقری، آقای اعتمادی و آقای قائم مقام و توجه شما دوستان عزیز سپاسگزارم. تا هفته آینده همگی شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. روز و شب شما خوش.